از روز به هلاکت رسیدن رئیسی جلاد نزدیک به 3 ماه می گذرد. از انجام نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم هم بیش از 1 ماه می گذرد. اما با اینکه پزشکیان بارها و بارها سرسپاری خودش به خامنه ای را ابراز کرده، هنوز نتوانسته دولت تشکیل بدهد. در این فاصله فقط چند مقام انتصابی را منصوب کرده است. پزشکیان زیر فشار باندهای مختلف رژیم است و هر کدام سهم خودشان را می خواهند. در این رابطه زنوری عضو مجلس رژیم گفت: مقام معظم رهبری ویژگی اعضای کابینه را بیان کردند. فرمودند اگر کسانی کوچکترین انحرافی نسبت به انقلاب و ارزش‌ها دارند، اینها را به کلی نادیده بگیرید و مورد استفاده قرار ندهید. علل قاعده اعضایی که انتخاب می شوند باید این شایستگی رو داشته باشند. آخوند فلاحتی امام جمعه خامنه ای در رشت هم گفت: یعنی رهبر معظم انقلاب دیدگاهش اینه دولت فعلی باید در ادامه راستای دولت شهید رئیسی حرکت کند، نه دولت های لیبرال گذشته. در این خصوص فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان رژیمی گفت: خطاب ما به کل حکومت و به ویژه دولت جدید، پافشاری روی اداره کشور بر مبنای ریل قبلی جز انحصار و فاجعه دستاوردی نخواهد داشت. از این جنگ و درگیری ها در درون رژیم بسیار زیاد است. خود پزشکیان در روز معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم گفت: بالاخره بگذارن من کارم را می کنم. میخوان قدرت و اون جایگاه رو بگیرن، کاش بگیرن و مشکل حل کنن، میگیرن و خراب میکنن. مدعی اگر حرفی ما زدیم باید تا آخرش روش واستیم. مردم از رنگ و ریای ما بیزارن، مردم از وعده های نادرستی که میدیم و عمل نمی کنیم از ما ناراضی هن. رئیس جمهور نظام به گوشه ای از فساد و درهم ریختگی در بالاترین سطوح حاکمیت هم اشاره کرد و گفت: الان آنلاین این نامردا چجوری اومدن اسماعیل هنیه رو اونجا شهید کردن؟ چجوری؟ اونا پیچیده ترین کارهای ما رو مثل آب خوردن میان ما رو دور میزنن. ما پولی که دادیم، تخصیصی که دادیم معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. تازه وقتی هم جنبندی میکنیم بلد نیستیم چجوری جنبندی کردیم. این درماندگی و ناتوانی از جمله در معرفی کابینه نشان از بحران عمیق و کشمکش‌های وسیع در درون حاکمیت سوراخ سوراخ خامنه ایست. از مرگ رئیسی جلاد تا نشان رفتن این رژیم به عنوان سرمار، حاکمیت آخوندی ضرباتی خورده که گیج و فشل شده و به سختی میتواند خودش را جمع و جور کند، که البته در آینده شاهد درگیری‌ها و بحران‌های بیشتری در درون حاکمیت آخوندی خواهیم بود.